وقتی من از پرنده شکاری صحبت میکنم، منظورم هر پرنده ایه که برای بقا از موجودات دیگه تغذیه میکنه. این پرنده ها توی شهرهایی که ما زندگی میکنیم زیاده. یکیشون که از همه معروفتره کوکابره است. حتی مرغ‌های خونگی هم میتونن جزء پرنده های شکاری به حساب بیان. هرچند که این حیوان یک پرنده شکاری به شمار نمی آید، اما یکی از پرندگان استرالیایی است که همه مردمان استرالیا صبح‌ها با صدای او از خواب بیدار می شوند. این آواز آزاردهنده صبحگاهی برای استرالیایی ها مانند ساعت شم معتدار است. این دوتا پرنده شکاری که روی دست منن از معروف‌ترین انواع پرنده های شکاری هن. به خاطر صدایی که از خودشون تولید میکنن اسمشون کوکابره خندان. اونا بزرگترین شکارچی ماهی تو دنیا هن. مرغ‌های ماهیخوار جزء پرندگان شکاری به شمار نمی آیند، اما یکی از شکارچیان ماهر ماهی هن. مرغ‌های ماهیخوار در تمام دنیا یافت می شوند، اما قاره آسیا دارای گونه های متنوعی از این مرغان ماهیخوار است. مرغ‌های ماهیخوار سینه سفید در تمام هند پراکنده‌اند. همینطور در پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و میانمار نیز وجود دارند. این پرنده از بالا شکار می‌کند. این نمونه نسبت به 9 گونه دیگر مرغان ماهیخوار در هند وابستگی کمتری به آب دارد، اما در این حال غواص بسیار خوبی است و سماجت او در شکار طعمه نشان می‌دهد که مدت زیادی گرسنه نخواهد ماند. مرغان ماهیخوار پرندگان اجتماعی هستند و معمولاً به صورت دست جمعی لانه سازی می کنند. مرغ ماهیخوار سینه سفید در کنار رودخانه ها و نهرها لانه می سازد و مسئولیت کندن سوراخ، خوابیدن روی تخم ها و غذا دادن به جوجه ها با پدر و مادر است. رژیم غذایی مرغ ماهیخوار آبی کوچک یا مرغ ماهیخوار معمولی نیز کاملاً به آب وابسته است. وقتی تومش را میگیرد باید آن را بکشد. به همین خاطر چندین بار سر آن را به شاخه درخت میکوبد. در کنار این پرنده منحصر به فرد به نام پرنده ماری، مرغ ماهیخوار رنگارنگی لانه سازی کرده است و روش بسیار ابتکاری در شکار دارد. او به مدت 10 دقیقه در جا بالای آب بال می زند و به محض اینکه طعمه به سطح آب می آید با یک شیرجه به نقطه مورد نظر حمله می کند و طعمه را می گیرد و قبل از اینکه آن را ببلعد به محلی می رود تا طعمه را بکشد. مرغ ماهیخوار سفید در میان باتلاق‌های مانگرو و مناطق ساحلی یافت می‌شود. برخلاف مرغ ماهیخوار سینه سفید، مرغ ماهیخوار سفید معمولاً لانه‌اش را بر روی شاخه درخت می‌سازد. معمولاً او به سراغ لانه قدیمی دارکوب‌ها می‌رود. پرندگان جوان چندین سال در نزدیکی پدر و مادرشان زندگی می‌کنند و در کنار آنها تغذیه می‌کنند. همانند دیگر مرغان ماهیخوار این گونه نیز مرتباً نوکش را تمیز و تیز می کند، زیرا این کار در شکار و خوردن طعمه اهمیت بسیار زیادی دارد. خرچنگ ها یکی از غذاهای اصلی در رژیم مرغان ماهیخوار سفید هستند. آنها به علاوه از گلپرک ها و حشرات نیز تغذیه می کنند. در ادامه برنامه راب صدای خنده کوکابارا را می شنود در حالی که طعمه را شکار می کند یا از دیگر پرندگان می واپد. چرا؟ چون قدرتش زیاد است. یه مطلب جالب در مورد کوکابارا اینه که وقتی لونه درست میکنه پرنده ماده 3 تا تخم میذاره، ولی جداگانه اونا از تخم بیرون میان و جوجه کوچکتر به وسیله برادرها و خواهرای بزرگترش از لونه بیرون انداخته میشه و هر دوی اینا موردایی هن که از لونه بیرون انداخته شدن. یعنی هر دو از دو لونه متفاوت هستن. وقتی پیداشون کردیم صورتی رنگ بودن با چشمای بسته. کوکابارا وقتی دنیا میاد انتهای نوکش یه قلاب داره.
هرچی بزرگتر بشه این قلابم از بین میره. این قلاب به طور خاص برای بیرون انداختن برادرش درست شده. کوکاوره‌ها در طبیعت وحشی رفتارهای خاصی دارن، به خصوص در مقابل آخرین کوکاوره. زمانی که صحبت از انتخاب محل زندگی به میان میآید، بسیاری از گونه ها باید هوش بسیاری به خرج دهند، زیرا پیشرفت انسان ها باعث شده بسیاری از درختانی که سوراخ امنی داشتند از بین بروند. بنابراین کوکاباره ها با خاشاک و ایجاد کمی تغییر لانه ای می سازند که پذیرای جوجه ها باشد. در بهار و تابستان زاد و ولد آغاز می شود. روش شکار کوکاباره ها در پسر عموهای آنها یعنی مرغ آسیایی ماهیخوار نیز قابل مشاهده است، روشی که مشابه یوز پلنگ یا گربه وحشی است. آنها روی شاخه مناسبی می نشینند و منتظر تومه می شوند. برای اینکه این تومه قابل خوردن شود از روش کوکابارا استفاده می کنند. تومه های بزرگ مانند مار را به درخت یا سنگ می کوبند تا کشته شده یا فلج شوند. هرچند که مرغ ماهیخوار آسیایی تومه‌اش متفاوت است، ولی همان روشی را که کوکابارا برای خزندگان استفاده می کند او نیز در مورد ماهی ها به کار می برد. کارایی روش حمله کوکابارا از بالا در جهان بی‌نظیر است. کوکابارا با استفاده از بینایی قویش مکان تومه‌اش را شناسایی می‌کند. این بار تومه یک موش مزرعه است. کوکا زمان بندی می‌کند و در یک چشم به هم زدن شکارش می‌کند. در تصویر آهسته می‌توانید مشاهده کنید که موش از حمله کوکا از بالا کاملاً بی‌اطلاع است. یکی دیگر از همخانواده‌های کوکابارا که روش شکار مشابهی با او دارد پرنده قصاب است. تنها فرق او با مگ رنگارنگ این است که او استخوان‌های تومه را به خوبی تمیز می‌کند. هرچند که پرنده قصاب از نظر ظاهری بیشتر شبیه مگ رنگارنگه، ولی مثل کوکابارا شکار می‌کنه. تنها فرقشون اینه که کوکابارا تومه‌شو درسته می‌خوره، در حالی که پرنده قصاب اونو تیکه تیکه می‌کنه. پرنده قصاب نسبت به کوکابارا زمان بیشتری را برای کشتن تومه روی زمین صرف می‌کند. وقتی از کارش مطمئن شد تومه‌اش را به بالای درخت می‌برد. پرنده قصاب از اینکه درختش را با گونه دیگر پرندگان شریک شود مشکلی ندارد، ولی از کوکاباراها متنفر است. تومه بزرگی مانند این موش باید به تکه های کوچک قابل خوردن تقسیم شود. به همین دلیل به این پرنده پرنده قصاب می گویند. در این زمان است که سر و کله کوکابارا پیدا می شود و مانند شیر تومه را از دست یوز پلنگ وحشی می رو باید. کوکا به علت داشتن نوک قوی و قلاب دارش به ناامید کردن حیوانات دیگر معروف است، ولی این بار گیر افتاده است. کوکا با خنده تمسخرآمیزش ثابت می کند که سلطان پرندگان و بزرگترین نوع پرندگان ماهیخوار است. در ادامه به سراغ روش شکار پرنده قصاب می رویم و پرندهی که روش بسیار خارق العاده‌ای در مخفی کردن خود دارد.